سلام همه ما شما میدونیم که با فایز پول دادن و یا گرفتن حرام است اما چرا این چی بدی دارد باید قید نمود که در نوبت اول با فایز پول دادن و یا گرفتن رو خداوند حرام گردانیده است اما خداوند به سبب یگون کارو حرام نمیگرداند حرام این یعنی من کردن یعنی زپردنو گیم به زبان روسی ساده کده گیم اما این سبب چی سبب باشد عجیب نیست مگر و من در این ویدیو کوشش میکنم که تا حد به شما فهمونم ضرر فایز رو و اسرار این سبب رو هم کمی هم باشد به شما کمتر روشنی اندازم در زمان های قدیم زندگی مردم اینقدر مشکل نبود یعنی تا وقتی که پول رو با فایز دادن و گرفتن رو سر نکردن یعنی تا وقتی که نافرمانی از خداوند نکردن و از روزی که این کار رو سر کردن مردم آهسته آهسته به مانند غلام گشتن یعنی فایز اونها رو به غلامی خود کرد فایز چگونه آدم رو میتواند غلامی خود کند همتون میدونین که سودخوری از همه اولین درجه این بانک ها است بانک ها هم با فایز قرض میدهند و پول میگیرند به عنوان دپوزیت و من میخوام که در مثال بانک ها که سیستمش به همه شما فهم وای ضرر فایز رو فهمونم و گپ بسیار بعد دراز نمیکنیم گوش کنین فرض کردیم انا این بانکی ماست و در این بانک 10,000 سومانی است و این باشد زاکیر دیگرش شرافالدین زاکیر ماشین دارد شرافالدین ندارد اما شرافالدین میخواهد که ماشین زاکیر را بخرد ولی ماشین زاکیر 10,000 سومانی است در این حالت شرافالدین رفته از بانک 10,000 سومانی قرض میگیرد و به زاکیر میدهد زاکیر باشد با فایز باز برده به بانک میسپارد که پول او زیادتر شود اکنون ببینید شرافالدین ماشین دارد و از بانک 13,000 سومانی قرضدار است با فایزش و بانک باشد از زاکیر 10,300 سومانی قرضدار است در این حالت بانک 2,700 سومانی فایده میبیند اما در بانک 10,000 سومانی بود 3,000 دیگر از کجا پیدا شد زگادکا و انا اینو فایز میگن این یک نمودی و یدینستینی راهی آسانی پول کارکنی نه مثال پول ضرب زدن نه پروست یدینستین راهی آسانترینی پول زویدن یعنی از پول تولد میکنه این بانکو و اگر حالی هم ضرالی یا نفهمیده باشه ما با شما دا ساده کده میفهمونم مثلا حاضر شرافالدین از بانک قرضدار است پولی رو که در طبیعت وجود ندارد خیلی که در بانک 10,000 بود 3,000 دیگه کجا میتونه و بانک خودش میچکو همون پولا مثلا در طبیعت وجود نداره از کجا میتونه شرافالدین مثلا 3,000 و یا قرضی بانک سپوره 10,000 شخای می یو یا ایلوش کده انا وقتی که در حالت که شرافالدین نمیتونه فایز و بانک قرض پرداخت کده بانک مالکیت او رو میسیتوند به مانند تیلا ماشین و حتی خونه اش رو به حاضر شما میگین که اخی نکروز مثلا یک آدم از بانک قرض نمیگیره که یا که یک آدم با بانک آورده دپازیت پول نمیسپاره که 5% ها شما راست میگین نه که تصور کنه که مثلا 100 تا هم خیلی زاکیر اومد پول سپارد تو 100 تا دیگه شرافالدین رفت قرض گرفت اما مقصد سیستم بانک علیش نمیشه سیستم یک تایر تمام بانک های جهان در آن همین سیستم کار میکنن و ویو از هم عجیبش اینه که لبای بانک میدونه که ای 100 تا کلینشون تولک 50 تا یا 60 تا کلینشون آورده پرشون هم بسپورن او موندگیش آورده سپورده نمیتونن یا را یعنی بانک ها میتونن و همین خیل فایده بانک در میمونه ایموش است و یعنی همون ملکیت شخصیت قرضگیرنده میمونه و همچون با اوکسیون مونده و یا را با نرخ ارزون یا میفروشن یا اینکه مثال از خود میکنن و دوستان عزیز ما چی گفتنیم مقصد این ویدیو ما اینه که اگر شما خواهید نباره قرض سرچشمش ای کجا سر میشوه و اگر شما ندارین تمام دنیا در دوری قرض زندگی داره همه چی با قرض یا دیل یا موضوعی کلونه اگر خواهید ما در آینده یا ویدیو دیگه کنم در این ویدیو مقصد ما اینه که وقتی شما در یک از با پرسین قرض میتین یا قرض میگیرین شما یک پول برد دباید میکنین در همین طبیعت که وجود نداره و حتما یک از شما در حالت ناگوار قرار میگیره برای همیقه خداوند این چیزا ما فکر میکنیم که حرام کرده گه با توشنش خداوند خودش میدونه و دوستان عزیز هیچ وقت یک دیگر رو در حالت ناگوار نمونین پول در کار باشه اگر یا رفیقاتون در مثال قرض نتین همچون قرض پت پرسین که وابشه نتین پروست دستگیری کنین یا دیگریتون ها زمانی دستگیری های برادارم بایا بردیگه میگو ما طرف داری تنها دستگیریم و امروز ویدیو رولی که ما با آخر میرسه اگر با شما مخبول شده باشد دستگیری کنین با لایکاتون کنین و پت
подписываться к ним на канал. Ва хатман бади подписка колокольчика зеркнен ва бошмо буднекрус. Тау видеой оянда. Хайр!